مشاور وزیر نیروی ایران میگوید به دلیل مدیریت نادرست و عوامل طبیعی ذخایر آب دریاچه ارومیه به کمتر از 5% کاهش یافته که پیامدهایش گسترش دامنه طوفان ریزگردها و سردتر شدن زمستانها و گرمتر شدن تابستانها شده است. کارشناسان محیط زیستی درباره وقوع سونامی نمک در مناطق همجوار این دریاچه در بخشهای از ایران، ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان هشدار دادند. بهمن سقایی گزارش می‌دهد. نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش پیاپی حجم آب دریاچه خبر داده می‌گوید با وجود بارندگی‌ها آب این دریاچه باز هم کاهش یافته است. خلیل ساعتی نماینده ستاد کاهش 6 سانتی متری امسال دریاچه را در قیاس با کاهش 45% سالهای گذشته ناچیز خوانده، آن را نشانه تاثیرگذاری طرح‌های 26 گانی در دست اجرا برای تأمین 14 میلیارد متر مکعب آب برای احیای دریاچه دانست. این یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی حسن روحانی بود. من به شما قول میدم اگر بار مسئولیت اجرایی بر دوش من قرار گرفت و اگر مردم ما مصلحت را در این دیدن، در اولین روز دولت دریاچه ارومیه در دستور خواهد بود. اما دریاچه ارومیه که به دلیل ویژگی زیست بومی منحصر به فردش به ثبت یونسکو رسیده، پس از انقلاب و بر اثر ساخت پل میانگذر، سدسازی‌های بی‌رویه و حفر 95,000 حلقه چاه عمیق در حریم آن همچنان به سوی نابودی پیش می‌رود. اگر که این دریاچه خوش بشه، مشخصه که میتونه علاوه بر این که به عنوان یک چشمه تولید گرد و خاک شبیه اتفاقی که در آرال افتاد و تکرار کنه، میتونه به عنوان یک چشمه تولید نمک هم در منطقه متاثر کنه. شرایط زندگی و کیفیت زندگی رو و غبار نمک ایجاد شده در اثر خوش شدن دریاچه مسلماً کیفیت زندگی به خصوص در ساحل شرقی دریاچه رو به شدت متاثر میکنه. حالا بهرام طاهری مشاور وزیر نیرو میگوید حدود 20% مساحت دریاچه با ذخیره کمتر از 5% آب باقی مانده است. این مقام دولتی نیز تایید کرده بخش کشاورزی سنتی حدود 82% آبهای زیرزمینی ارومیه را میبلد تا فقط کمتر از 15% بازدهی داشته باشد. برای آن کارشناسان بهداشتی از جمله علیرضا قریشی نیز نسبت به بروز بیماری‌های نوظهور ناشی از وقوع طوفان‌های نمک و ریزگردهای فرامنطقه‌ای هشدار دادند. بهمن سقایی، صدای آمریکا.